باشه. تمیز کن اونجا رو، عجله کن. چش. الو، بله. بابا جمال تو داش ابرام دیر شد بابا، برتونی راستها رو. قربون تو. نه هنو آمیتی نیومده. باشه بهش میگم. اصلا دیر کرد. سلام علیکم آمیتی. علیکم، رفته؟ نه هنو نرفته. خدا رو شو. برم به کارم برسم. علی اومده. باش خوشو شمش بارگش بنداز شمش. چطورم؟ کولاکه. بسته دیگه. یه خودی برش بدادم برد. بسته. خوبه؟ نحشره. بهتره که چشم حسود بیگونه. خواستنی شدی آقا متی. بزن خوبه. بریم سر پوست. بره سر پوست. آی پسه چار پای آقا متی رو برده بیار. چقدر ناز کنی ناز کنی ماز که بلگان منی این لختی لختی علی اومدم استا. اینه بفرمید این چهار پایتون. اینه معلومات جناب علی. علی سر پستم. جایی ناری بابا. بازم نشسته نازه تو برام الامی نوچهدار اینه هم قرقابل میمونه. علی اومدم و سده گوشه بگوشه این پولو بیجی بزا به حساب بانک ملی عوضی نداری. این هم مثل صادرات. خیلی خب پس شد بانک ملی و بانک صادرات. میگم موسا چطوره که بذارم یه بانک دیگه؟ نه بذار همون چی که گفتم بذارم همونجا. آره باشه چشم موسا میذارم همون چی خواهد دوست داری. آره چونم باشه. اومد بابا سامانه دست خوش بابا موسا دست خوش. بازم که گوشتی بره دخترکه. پا که میخواد بیازو بگیری؟ نمیدونم تا میبینمش دست با ما گم میکنم. آخه باسی چشم که بهش میفته بند دلم پاره میشه. لاچردار یه جوری نگاه میکنه که زبون تو جلوم کلید میشه. اولا راحت کن بیاد تا بالا نکشید. بسیشم باش حالا بدش به من. آخه اینم شد کار اوستا. چطور ما که تا آخر اون که نمیشه چارپای گوش بیرون روزنامه داد دست تو قلمبه قلمبه پول رد و بدل که قرمت برن. تو عقلت نمیرسه. از خاطر خواهی چیزی سرت نمیشه. هیبت این پول هاست که ذره ترکش کرده و نای جواب دادن ازش گرفته. برو ببین کیه پای تلفن. چش خودمونی میتی. این علی هم راست میگه ها. آخه این جل سگ مصب چیه که ما داریم؟ حرف نزده لالمونی میگیم. ببری میتی. باشه چشم اطاعت. ساعتو کم نشه. قربون شما. مرمت زیاد. کی بود؟ از پرورشگاه بود آقا میتی. گفتن جلسه امروز یادتون نره. من که حالشو ندارم. آخه واسه چی؟ مگه نه این که حرف بزنی؟ دختره رو میگم.
خب که چی؟ خب دیگه بهتر از این چی میخوای؟ با یه تیر دو نشون میزنی اوسا، هم خودی نشون میدی، هم با پروین خانم حرف میزنی. فکر نکنم امروز اونم باشه. یه قربونه برم، ممکن نی؟ آخه ناسلامتی و منشی اونجاست. راست هم میگی، اما چی بگم؟ حرف بزن اوسا، جست بگی واسش، اخ گند اخ گند، بالا برو پایین بیا، خودی نشون بده. حالی به حالیش کن اوسا، وارد چون نوت کن، نطق قرار کلون بریز بیرون. آخه مگه میشه اینجور نطقه؟ اونا تو مدرسه کلی سواد میخواد، کار هر کسی نیست. اوسا اگه اجازه بدی خودم واسه یک خطابه مینویسم که تا خوندی مال خودش بپره بیاد تو بغلت. نفهمیدم، بی‌معرفت پر رو، حالا دیگه خطاب نویسم شدی؟ نه اوسا، خودم که نمی نویسم، میدم یه لیسانس به بالا واسد بی نویسه. خیال تخت باشه، رو سفیدت میکنم. متشکرم. و ما از شما خانم ها و آقایان انتظار داریم که به فکر بچه هایی که در این پرورشگاه مشغول تحصیل هستن باشید. خیلی متشکرم. خیلی عالی بود پروین. یا لوسا، حالا دیگه موقعشه، طرف تو نخ ماست. پروین، طرف بیا بگی یک نطقی واسه نوشتم که کیف کنی اوستا. بگی علی کلامو بردارم از که بهتره. نه اوسا، اینطوری خیلی با هیبتری، واسه اینکه سنگین تر برگزار بشه بهتر اول معرفیت کنم. چطوره؟ توف به گروه پدرت بیاد که هر چی میکشم از دست تو، هر غلطی میکنی. الان تردیبی جی میدارم. حکم میشم. توجه بفرمین، توجه بفرمین، توجه بفرمین. با اجزه بزرگترام، استاد محترم آقا مهدی گل میخوان افتخار بدن. یک چنگ کنون برای شما فرمایش کنن، به افتخارشون کف مرتب بزنید. باشه دیگه، معطلش نکنید. نمیتونم علی، پام راست نمیشه. نمیتونم، کدوم خیته دارن نگاهمو میکنن. به افتخارشون کف مرتب بزنید. تشویقم کن، معطلش نکنید. تشویق کمر راست کن، قدرم کن. تو باشم زنده باشی. ببخشید. الو الو، علی صدا میاد؟ آره داریم یه روستا، بگو. اهالی محترم، البته من قبلا تو سندیکا که نطق میکردم هر رو نوشته نمیخوندم، چون من رئیسم. چون تم این است که باید کاش من فرمایش بفرمایید. خفش و فستر تو حرف بزرگتران ندو. البته این لیخت و پاشایی که شده به خاطر گل روی یه نفره که خود توف به ذات پدرت. بیدیم ما رو به چه کارایی وامی داری؟ به من چه اوسم که موفق شدی من میگه دست باشه خون چشم. آقا مهدی حتما الان منتظره. ساعت چنده؟ یه رو به چهاره. آره اونجا نشسته. سلام محبوب من. سلام بر تو ای کبوتر زیبای من. خواهش میکنم به ندای قلبی من بی که تنها از عشق تو موج میزند و به خاطر تو میتپد. آه باور کن شوق دیدارت قلبم را میلرزاند. همیشه به خودم میگم که آیا این فرشته قشنگ عروس آینده من است که خرامان خرام از مقابلم میگذرد. آخ چون موقعش او سرا بیا بریم بزی اخته بره تو حال دیر میشه. هیچ کس نمیتواند بفهمد که در قلب خسته من چه میگذرد. حتی تو اولین و آخرین عشق من. آقا مهدی اومد. الو درش در میاره. هیچ کس را یارای مقاومت در مقابل من نیست. ای مردی که بی مقاومت من خودت بار مادر نداری. یاره دنبال داره بچه من خود بگیرم. جیگره تو در میاره. شما باید نیکای نمشه. ببخشید من میخواستم چیز کنم، یعنی بهتون بگم که آره دیگه منظورم چیزه. چیز یعنی میخواستم چیشو میگیره کنم یک کشم بیم. علی ده باز شوال اومدی اوست گوشتی بره نه کسه اوستو زایه کن نقشه علکی با تو. من چه اوستو تقصیر اون شاگه زایه کنه؟ ممکنه من
فکر میکنم که این نقشه خودشون بود. خودم هم همینطور. خوش به حالت. طرف واسه خاطر حرف زدن باهات دست به چه کارایی میزنه. تو فکر میکنه ازدواج داشته باشه؟ حتما. اینطور مردا اگه بخواد زن واسهشون زن زیاده. تو محل این کارو نمیکنه. راست میگی. خودم اینو میدونم. من اگه جای تو بودم خودم باهاش سر حرفو با میکردم. چه جوری مگه میشه؟ میشه؟ چرا نمیشه؟ بهش تلفن کن. تلفن؟ آره، شمارهشو بگیر و باهاش حرف بزن. آقا میگی تو خدا من رحم کنه این ما کسه بیمارفا تو باشی و ساقم ایتی نقشه علکی نکشی شق شقت لکنه شایه زهی میکنی نا که با به خدا من میگونم نقشه من درست بود دختره میخواست حرف بزنه الان راسته تو در میارم یک کباب چنجه حسابی ازش درست میکنم میزنم گرفت بگیره این کارو نکن به خدا من اصلا راسته ندارم علی ببین تلیف چیه شانس آوردی که تیلیف صدا داری شانس آنبو جواب نده الو الو یه خود باید جلوتر صداتون ضعیفه با آقا مهدی کار دارم استاد تو رو میخوام بپرس کیه شما کی هستین پروین چچرین پروین استاد خودش پرکی خانومه پروین یا جاتا چی بهش بگم خدایا چی بهش بگم کواکم کن بار الله بگو راسته حاضره ایوه آقا مهدی اول سلام کن حالشو بپرس چطوری سلام آقا مهدی، حالتون چطوره؟ به حال شما نمیرسه، ای همچی بفهمی نفهمی خیلی بهتره صداتون ضعیف از شهرستان صحبت میکنی؟ یا تو گوشی رو برین جلو؟ ببخشین که مزاحم شدم، میخواستم شما رو چند دقیقه ببینم و باهاتون حرف بزنم با من حرف بزنین؟ داره قرار میذاره؟ نه بابا تو بمیری، والا هر جا که شما بخواین بگم کجا بیا؟ کجا بیا؟ بیا کجا بگو بیاد باشه لبرودخونه لبرودخونه آره بعدم نگفتی ببخشیم با شما نبودم آخه اینجا شلوغ آشپزخونه است باشه میاد دنبالتون باب دندون منم با خودش بیاره بش با کنار میریم لبرودخونه چه عجب اومدی دست درد نکن عجب چیز خوبیه این پارچه خب چی داشتم میگفتم آره یارو داتیه میروش دکتره میگه آی دکتر دستم بدون من هست خیلی روده که دست ما همین شکلی مونده دکتر دست آره ماینه میکنم و چیزی سر در نمیاره میگه گفتین چند روزه که دست شما این شکلی مونده یارو میگه 5 روزه دکتر میگه خب بگیم ببینم اولش چجوری بوده یارو میگه اینجوری بوده باز منو خیر کردی بود من گرممه میرم یه خورده آبتنی کنم تانا نشد ما یه انتکیو تعویض کنیم برشو دنبالش برو مراقب باش کسی این دوره برای خیلی نزنه نرخه رفته بالا اوستا گرمه شده خفه چش پیچشی داره خانم بایتی منم بیام از اون جلت هاست ناکست علی آقا پسر خیلی خوبیه خب دیگه به اوستاش رفته شاگرد ما میدونی پروین فکری هم که چرا یکی به نر میزنی یکی به میخ یه آره و نگفتن که این همه سهرا کبرا چیدن نداره اگه بگم از خدامه ممکنی باورت نشه اما چی؟ میترسی از چی؟ از بیکاری؟ از بیپولی؟ از چی میترسی؟ نمیدی هیچ کدوم اینا نیست نکنه میترسی بعد 6 ماه از سیرشم و برم دنبال عرباتی؟ راستی تو خیال میکنی ما اینقدر نامردیم این چه حرفیه مهدی؟ به خدا از روزی که تو رو شناختم دیگه هیچ کس واسه دلم میخواد روز و شب پیش تو باشه خب با ایشالله که خیره باز که انور خواب میده قبول نی ده ناکس شیشته شیشته میده جلو دوش قلبم بولی صد زور من میترسم
فکر میکنم اگه حقیقتو به مهدی بگم خیلی بهتر باشه. چه حقیقتی دیوونه؟ فکر میکنی اگه بفهمه کی بودی بازم ازت بخواد که باهاش عروسی کنی؟ واقعا منو دوست داشته باشه این کارو نکنه. سندار بگه آش به همین خیال باش. سایه‌ش هم نمیبینی. دست خرکوتا. تو اگه جای ما چیکار میکردی؟ هیچی. میگفتم شوهر تصادف کشته شده. مرسی. آره تو. بچه‌ها چی؟ اونو چی کارش کنم؟ فکر اونو نکن. بله اگه تو پرورش باز من خودم نگرش میدارم. ایتونم مثل بچه خودم از اومد مثل عوض کنه. مهدی خیال میکنه که شوهرش تو تصادف کشته شده، یعنی خودش اینطوری بهش گفته. بیتا کاری میکنم که آب خوش از گروش پایین نره. باز که وایساری دید میزنی؟ خب ما رفتیم دید. تو واسه چی در این اتاق قفل میکنی؟ تو این اتاق چیه که من نباید بدونم؟ چیز به خصوصی نیست. راستش خوش ندارم اون اتاق رفت آمد بشه، فقط همین. نکنه توش سر بریده قایم کردی ها؟ کاش سر بریده قایم کرده بودم. پروین ازت میخوام که هیچ وقت در اون اتاق باز نکنی. باشه، هر چی که تو بخوای مهدی. بهت قول میدم که هیچ وقت این کارو نکنم. ناز تو برم که اینقدر خانومی. خب دیگه خداحافظ. تا دم در باهات میام. اینقدر خجالتمو نده. ای هر رو هر رو تا دم در. های کسی تلفنی منو خواست بگو زنگ بزنه به سالون. من اونجا. باشه، زور زود بیا یا. رو چشم. به سلامت. قربون تو. و علیکم. چی میخواهیم؟ برای پیغومی آوردم. از کی؟ هاشم. از زندون آزاد شده و الانم اینجا هست تو شیرازی. آره پیتا دورت گم کن و ایله به شوهرم خبر میدم. بهتره خبر بدی، چون خوشحال میشه اگه بفهمه ایالش چی کاره بودی. پیغومی چی؟ میخواد ببینه دید. تا ساعت 11 فردا بیشتر وقت نداری. اگه نیای همه چی رو به مهدی میگه. خودت هم خوب میدونی که هاشم بلوف نمیزنه. از اسخر دست نکشی میکشمش، داغشو به دلت میزنم. خوش چی رو بهش گفته بودم؟ اینجوری که بوش میاد زنک اصلا حالیش نیست. اینگار نه اینگار که تو رو میشناسه داشی. یواش یواش حالیش میشه. اگه همه چی رو کتمون کرد و زد زیرش که من اون نیستم چی؟ این کار رو نمیتونه بکنم. از ده ده دقیقه کمه. تلفن کجا هست؟ اتاقی برپا سردید نکنه. هم زودتر پاش بیا. اومدم. آقا تو رو خدا یه خورده تندتر با. تندتر از این نمیشه خانم، ممکنه تصادف کنم. بایستدی آقا؟ ده، مگه نمیبینی خانم چرا قرمزم؟ الو باغ مهدی کار داشتم. گوشی خدمتون، الان میرم صداش میکنم. نه نه نه، همینجا تو آشپز کنم. آره جونم، گوشی خدمته. آقا ساعت چنده؟ 11:03 نه
نگفت کیه؟ نه اوستا، حرفی نزد به من. الو، خودم رو بفرما. شما منو نمیشناسی. هیچ هم خوش نهارم خودم رو معرفی کنم. برای یه چیزی هست که باید بدونی. بدون نظرم که خودشی. آشو در با کن. رفتم. یه نقیه گوچ خدمتون باشه. بقیهش آقای ناشناس. چیه اوستا؟ یه ناشناس. خب چی میگه؟ فعلا که هیچی. الو، ده پچره حرف نمیزنی؟ نکنه خفه خون گرفتی؟ چی شده اوستا؟ نمیدونم چه مرگیشه حرف نمیزنی. رسیدی، شوهرت بود. از من چی میخوایی؟ هیچی، دلم وسط تنگ شده بود. پنج ساله که ندیدم. این گذشته باز به تبریک میگفتم. خوب حالوی تور کردی. حرف آخرتو بزن، از من چی میخوایی؟ اول خودتو میخواستم، ولی حالا که میبینم شوهر کردی، نظرم عوض شده. یه خود پول و پله میخوام، البته به عنوان قرضی. قرضی حق و سکوت؟ خواستم که راستش بالا باشه محترمانه گفتم. خودت میدونی آدمی که پنج سال حبسی کشیده دستش به جای بند نیست. باز دوست آشناهاش پر و بالشو بگیرم. تو خیلی پستی هاشه، از قرار ازم گرفتی، آواره کوچه و بازارم کردی، بازم دستوردار نیستی؟ بهت که گفته بودم خوشگله، یا با من یا با هیچ کس. اما تو هیچ کدومش رو انجام ندادی. حتی زحمت یه ملاقاتی اومدنه به خودت ندادی. میمدم که چی بگم؟ بگم سرت سلامت که شوهرمو کشتی؟ گوش کن هاشی، از دست تو داره جونم به لبم میرسه. اگه شاخو بر نداری راحتم نداری. نه فامید میگی تو رو وایسه ها؟ آره این کارو میکنم. چه دروغ میگی؟ واسه این که نمیتونی، نمیتونی به شوهرت بگی کی بودی و از کجا اومدی. میتونی؟ چقدر میخوای؟ 10,000 تومان. 10,000 تومان؟ ای بابا، واسه یه همچین معامله پول زیادی نیست. در سانه شنیدم شوهرت مایه تیلش خیلی خیلی خوبه، به جاش بر نمیخوره. خیلی خوب میارم، ولی به یه شرط. چه شرطی؟ که گورتو گم کنی و واسه هنشیراز بری. فردا همین موقع منتظرتم. ایدی، ممکنه فکر کنم که خواستی کلک بزنی. بعد از مردن اون دیگه حتی خیالشم نمی کردم که طعم آسایشو بچشم. روز و شب غم می‌خوردم و این هو آدمی که دلشو گذاشته باشم تو مشتش این در اون در می‌زدم. خودم هم نمی‌دونستم چی می‌خوام و دنبال چی می‌گردم. تا اینکه تو رو دیدم پروین، تو زندگی منو عوض کردی. دنیایی رو نشونم دادی که خوابشم نمی‌دیدم. خیلی دوستت دارم، دلم می‌خواد اینو بفهمی. تو داری گریه می‌کنی؟ چیزی نیست. چی شده؟ من ناراحت کردم. این چه حرفیه میزنی؟ تو اینقدر خوبی که حیفم یاد شوهر من باشی. فکر باطل نکن، بگو اینم چی شده که این همه قصه داری؟ مادر زهره مریضه، میخوان عملش کن. خب این که غمی نداره، خوب میشه. میدونم، بر عملش نیست. پاواز چی گریه میکنی؟ خرج عملش زیادی، خودت که میدونی زهره وضع مالیش خوب نیست. حیف این چشانیست که واسه خاطر مال دنیا تر بشه. خب قردش هرچی باشه تو میدی؟ من که چیزی ندارم. اشتباهت همینجاست. هرچی که من دارم مال توه. چقدر میخوام؟ 10,000 تومان. 10,000 تومان همش؟ میدونی هر کدوم از این قطرهای اشک چقدر میارزه؟ قدر همه دنیا. مهدی، صبح میدم واسه شون ببر. مهدی جون، تو مارو خجالتو میدی، نکن مرگ من. کجا بودی؟ یه ساعت از ظهر رفته. رفته بودم. کجا؟ پیش زهره. مگه یادت رفته؟ خودت پول دادی که ببرم برام. اوه لعنت به این حواس من، اصلا یه مریض خونه نبودم. خیلی ببخش کرد. سر به رهنه پا به رهنه رو بشین
لباس کل خره حاملی ندارم خفه باز از شما پرسی غلط نکنم دنبال شهر اومدید چه شهری؟ این که یا تو دیار میتی چلویه آفتابی شده شهر نیست از شهر بزنیم بی سیابازی هاشم خان فقط بدون که میتی با اثر خیلی فرق داره یه شیراز اون اگه ببینی دنبال خونه داشت رو نگرفت به خاطر آبروش بود و الان میومد سراغت میخوای بگی که میتی داشت از خره یعنی تو نمیدونستی؟ خبر خوبی به ام دادی سلامتی نیموشه جون برات بخوره به جونم دلم براش یه ذره شده بود چجوری آوردیش به مدیر گفتم میخوام ببرمش گردش باید خیلی زود برش گردونم مامان جون پس من کی میبری پیش خودت باید صبر کنی دخترم به موقعش خودم میبرم خاله زهره میگه اونجا که تو کار میکنی بچه نیست راست میگه جونم کی میتونه باشه نمیدونم الان میبینم واسه یه عروسک گنده خریدم خیلی قشنگه میخوای ببینی آره مامان جون قربونت برم الهی رفا چند بیرها رو بکن شما ها دستیم چی میخوای؟ یه قیل و قل گفت گفت یعنی قربونه برم یه فکیلو اینجا چی میخوای؟ بگو پروین بیا پروین کی؟ دوست عزیزه زن آقا بهتی من همچین کسی رو نمیشناسم اگه زود از اینجا نریم بیرون شوهرم رو صدا میکنم انگاری با دست کورا درم بریم مشکل ما همه چی رو میدونیم نه شوهری تو کاره نه احد و ناسی تو این خونه هست غیر تو و پروین هاشم واسه چی اومدی اینجا چی میخوای؟ عرض نکردم تو بیبرو تو اتاق بچه تنهاست عجبا وا حیرتا حقا چه دومی نداری زن اگه قرار نبود گورتو گم کنی یا برگردی تیرون خواست رفتن یه رفع دیگه ببینم تو خاک بریزم رو شسته منظورت چی؟ الحق چه خیلی زرنگی هیچ نمیدونستم هم از توبره میخوری هم از آخو از خر نشد بکی هرچی باشه زن داداش به داداش بیشتر میرسه تو از چی حرف میزنی؟ یعنی تو نمیدونی مهدی چرا داشت اسخریه که 5 سال حبسشو کشیدم؟ نه این حقیقت نداره تو دروغ میگی عالم و آدم این مطلبو میدونم میتونی از خودش بپرسی باشو باشو آبوله نگیر تا پسش گذشته فکر میکنم وقتی مهدی این مطلبو بفهمه کلی خوشحال بشه تو از جون من چی میخوای باشم چرا راحت هم نمیزنی؟ تو؟ حلال مشکلات؟ من از کجا بیارم؟ از همونجا که دفعه پیش آوردی تا پس ساعت 11 وقت داری حالا خود دانی هاشم تو رو خدا به من رحم کن زندگی ما خراب نکن من نمیتونم این پولو فرار کنم فردا ساعت 11 هاشم Thank you.
اگه لازم بشه واسه خاطر تو از دنیا هم دست میکشم اون که داشم. خلاص اون زن کافه ای داشم و بکشتند، از ترس آبروم پیگیرش نشدم، واسه ما افت باش که با یه زن طرف بشه، ولی اگه یه روزی به پستم بخوره اینو سج میکشمش. ما اگه نگفته بودم که تو این اتاق نیایی؟ من میخواستم. میخواستی چی بدونی؟ که این تو چه خبراییه؟ منظور بدی نداشتم، باور کن. اینو مطمئنم، واسه همینم به هم بر نخورده. خب حال اومدی، بهتره همه چی رو بدونی. این داشمه، خبر مرگش قدم و تا کرد. خیلی دوستش داشتم، ننم دم مرگش اونو دست من سپرد، اما من نتونستم پسش بر بیام، سر به هوا بود، چالش خیلی باد داشت، حرفای گنده گنده می زد. بهت گفته بودم که این خونه تنها یادگار بابا ننه ماست، خدا بیا مرزدشون. ما اینجا بزرگ شدیم، باری وقتا که اصغر می اومد شیراز تو این اتاق می خوابید. الان 5 ساله که رخت خوابشو دست نزد. خوش دارم همینطور نگرش دارم. یادگار داش جوون مرگمه که به خوره یه رقاصه کافه تیکه تیکه. یه آخه شنیدم این مرد کلبران چی آدم صاف ساده ای هم نیست. ما توکل اون به خداست داشتی، هیچ وقت سرمون کلا نمیره. بازم اگه استخاره میکردی بد نبود. بلا یعنی چه؟ علی اینجا کسی اومده؟ چی شده بوستان؟ پولام نیست، تو عجیبم برداشتی؟ تس ورده بوستان، نکنه صبحی شوخیت گرفته؟ جدی میگم علی، جیبم پاک خالیه. لابد به کسی دادی یادت نی؟ نه، از خونه یه راست اومدم اینجا. و با این حد خواهی بگی من کش رفتم؟ او که نه، اما بالاخره میدونی گوش کن استاد، الان 10 ساله که دار و نداره زیر دست منه. اگه میخواستم تا حالا 30 جور زیروش میکردم و صاحب همه چی شده بودم. نه استاد، این تو ذات علی نی. ما اگرم دوز باشیم دست تو جیب ولی نعمتمون که نمیکنیم. تو حالا واسه اینه فهمیده باشی؟ چرا پرت و پلا میگی بچه؟ همه زندگی فدا یه مود، من فقط میخواستم پرسیده باشم. آخه خدا نکرده تو رفیق منی، عزیز منی، اتو نپرسم پرکی رو پرسم. حق با شماست، ما تون رفتیم. فراموش کن، شاید دیشب وقتی که کتمو در میوردم کت یه وری شده و پولا عجیبم افتاده تو اتاق. اینم ممکنه اوسا، یه تلفن بزنیم بپرسی. بعدم نگفتی. انگار کسی خونه نیم؟ شاید پروین خانم تو حیاط و صدای زنگو نمیشنوته. حتما، من یه سر میرم خونه، جنگی برمیگردم. باشه. چجوری شده؟ سلام آقا مهدی. و علیکم. حالتون چطوره؟ شکر خدا، زنده این. چه عجب از این طرف ها؟
پروین خونه نبود، گفتم شاید اومده باشه پیش شما. نه اینجا نیومده، شاید رفته باشه خرید. ممکنه، ببخشید مزاحم شدم. اختیار داریم. راستی حال مادرتون چطوره؟ مادرم؟ آره، مگه احوالش نکردی؟ آره آره، الحمدلله خیلی بهتره. خیلی ازتون متشکرم آقا مهدی. آفی، اقوال من بهش سلام برسون. حتما، خیلی ممنون. صبح تا حالا مگه تو خونه اومده بودی؟ گفتم کجا رفته بودی؟ رفته بودم زهره رو ببینم. دیدیش؟ آره، خیلی هم برات سلام رسوند. توی خونه اگه بخواد لبت به دروغ باز بشه زبونت از حلقت میکشم بیرون. بگو کجا رفته بودی؟ ولم کن تا بگم، بازمو شکستی. بنام به خدا منظوری نداشتم، من ازش ترسیدم، فکر کردم ممکنه عصبانی بشه. افشی، چی ترسیدی؟ میگه بفهمی بازم رفته بودم بیمارستان. لعنت. آخه زهره که باید بره مدرسه، اون بیچاره‌ام کسی دیگه رو نداره که بهش سر بزنه. لعنت به تو زن، مریض خونه رفتن که ترسی نداره. بهت قول میدم که دیگه هیچ وقت دروغ نگم. ازت معذرت میخوام. سخور لعنت بیاد. دل سیاه شیطون لعنت. سخور. قربون دسته، نمیذاری که آدم حواس جمع باشه. صبح رفتم سالن واسه یه معامله ای، دیشب پول جیبم گذاشته بودم اما نبود، فکر کردم از جیبم افتاده تو خونه. برگشتم که پولا رو بردارم دیدم نیستی. من ازت معذرت میخوام، حق با توی، نباید بهت دروغ میگفتم. آب دیگه حرفشم نزن، درز بگیر کوتاه بشه. تو پولا رو ندیدی؟ نه، من اتاق رو جارو کردم، پولی اونجا نبود. باز حتمانی بیرون از جیبم افتاده. از سبزی پاک کردنه پیداست که نهارم هیچی روز نکردی. من میرم بر میدارم، الان میرم. الو. سلام پروین، کجا بودی؟ سلام زهره جون، حالت خوبه؟ مهدی خونه هست؟ نه، حالش خوب بود، به نظرم فردا مرخصش کنه. آقا مهدی اومده بود اینجا دنبالت. آره. کیه؟ زهره، سلام میرسونی. سلام مارم بهش برسون. آقا مهدی هم سلام میرسونی. گوشی رو نگه دار. طوری شده؟ نه چیزی نیست، ایرادی نداره فردا صبح من با زهره یه دقیقه برم بیرون. کجا میخوام بریم؟ قرار فرقی نداره، به شرطی که زود برگردی. باشه. صبر کن، الان مامان پیداش میشه. سلام زهره جون. مامان سلام، چرا اینقدر دیر کردی؟ برم الهی تو دختر خوشگلم. کجا بودی مامان جون؟ دلم برات تنگ شده بود. منم دلم برات تنگ شده بود. موهای قشنگت برم. مرسی تو برم. خوشگلم. خب بگو ببینم چه اتفاقی افتاده، چی شده؟ دیروز بعد از ظهر یه مردی اومد مدرسه پیش من، همونی که تو بهش میگی جعفر. چیکار داشت؟ ماشاءالله، هزار ماشاءالله، عینه او بابای خدا بیامرزشه. اینجا چی میخوای؟ نه ترس، اومدم بهت خدمت کنم. اگه دیروز قول ندادی دیگه تو این شهر نمونی. بچه قشنگیه، حیف که نمیتونی نگرش داری. میگم چطوره بدیش به من؟ آخه خدا رو خوش نمیاد که بابا نداشته باشه، مگه نه دکتر؟ اونجاست نزن. نه خوشم اومد، پیشرفت کردی. زهره جون قربونتم، اینو ببرش. خیلی خوب. بیا عزیزم. مامان، مامان میخوام برات یه عروسک خوشگل بخرم. مامانمو میخوام، خدایا بگو پیش مامانم باشم. آخه تو از جون من چی میخوای؟ چرا دست از سر من ور نمیداری؟ گوشاتو واکن ضعیفه، من بازم پول و پله میخوام، والا به همه میگم که بچه مال منه، تو هم هیچ جوری نمیتونی زیرش بزنی، چون نه شناسنامه تو کاره، نه اصغری که حقیقتو بگه. انصافت کجاست مرد؟ چرا داری منو به خاک سیا میشونی؟ خلاصه بودور کوار، یا تا فردا پولو میاری یا قید بچه تو میزنی. هاشم صبر کن، روشن کن بری بابا. گریه
مدرسه که میبینه تنو بچه رو چکار کردی؟ دادم ببرنش مدرسه. دارم دیوونه میشم زور، همه چی داره خراب میشه، دیگه طاقت ندارم. گریه نکنم، از گریه کردن که کار درست نمیشه، باید یه فکری بکنی. چه فکری؟ ما چی کار میتونیم بکنیم؟ بهتر نیست که همه چی رو به میتی بگی؟ بگم چی؟ بگم که قاتل برادرشم، مادر برادرزادشم. آخه تو که گناهی نداری، اسقر رو که تو نکشتی. اون فکر میکنه که من باعث شدم. به محض اینکه بفهمه اون زن کافه ای منم، با لگد از خونش میندازتم بیرون. نظوره، هر طوری شده باید این پولو فراهم کنم. آخه از کجا؟ نکنه میخوای دوباره بری سر جیبش؟ اون دیگه پولشو تو جیبش نمیذاره، میترسه از جیبش بزنه. پس کجا قایم میکنه؟ خدا برکت، قربون شما، به سلامت، مشرف. سلام علی آقا. سلام، سلام خانم، خوش اومدین. متشکرم. حالت چطور علی آقا؟ قربون شما، چطور همچنین این طرف ها؟ راستش باهات یه کاری داشتم. خیلی ایشالا. زهره جون میخواست یه چیزی بخری، فکر کردم اگه با تو بره خیلی بهتر. با من؟ آره؟ آره علی آقا، هرچی باشه شما کاسبای محلتون رو میشناسین، بهتون تخفیف میدن. به اونا که بله، اگه کی باشن که ندن. ببینم همین دور و براست دیگه. آره، چند تا دکور برده. کشف، ببینم، بفرمایید. شما موضوع اینجا باشی، من الان برمیم به حالتون. بری سر کارتون. حالا ببینم، معطل نکنه، خلوت کنه. علیکم. 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 بیشی. سلام علیکم آقا مهدی. علیکم. چه خبر؟ حاجی کله پس یه دفعه سر سراغتون بده پول میخوام. خب میگفتم صبح اول وقت در دکونش منتظره. باشه میرم. آ عصری هم پروین خانم و زهره اومده بودن اینجا. واسه چی؟ زهره میخواد یه سینه بخره از دکون حسن، ولی از مشتوتن خرید. علی چی اوسه؟ اونو به کسی دادی؟ نه. چطور مگه؟ پس کدوم گوری قایمش کردی؟ همون جاست، تو طرقه بالاییه. بیا پیداش کن. تو چشم بوسه. به نظرم چشم ضعیف شده. بپکنم. ببینم اینا چشم ده تا زور بوده، من خودم دیدم. نکنه پرده رو برده پریده. چی شده؟ شاید کسی بلندش کرده. یعنی کار کی میتونه باشه بوسه؟ مای غیر از تو کسی دیگه هم کلید داره؟ منظوره چیه بوسه؟ نکنه فکر میکنی کار منه؟ پس کار کدوم نامردی میتونه باشه؟ این دیگه خیلی بی‌انصافیه اوستا. یعنی میخوای بگی من دزدم؟ ناپاک بهارو، نامرد. واسه خاطر پولش نیست، فقط دلم میخواست تو یکی ناپاک نبودی. یالا بگو پولا کجاست؟ خدا من بر ننشتم اوستا، حرفم باور کن. اسم خدا رو به اون زبون کسی که نیار بی صفت دوز. این تهمت اوستا، من رو هم خبر نداره والا. خیلی خوب، قبل از اینکه کار دست دادم بزن بچه. من این کارو نکردم اوستا، من دوز نیستم. آجه میذارم قصر داری، فقط واسه اینی که یه روز دستم با تو یه صفه رفته. گم شدی که نمیخوام ببینم ات. خیلی خوب باشه اوستا، ولی یه روزی خودت بهش میرسی. خدا جای حق نشسته، همه چی رو میشه، خودت میفهمی که ما دوز نیستیم. خدا حافظ. چرا امشب حساب کتی کنی؟ والا دارم کلافه میشم، همه حسابام غلطه. تو این سال و زمونه آدم نمیدونه به کیه. طوری شدی؟ بعد 10 سال تازه فهمیدم که علی دستش کجه. من فکر نمی کنم علی دوست باشه، اون پسر خوبیه. خودم هم فکر نمی کردم، ولی هست. از کجا فهمیدی؟ اولای تو صندوق سالن گم شده. شاید خوب بود. نه، کلید صندوق فقط اون داره. خب، تا من نماز می خونم تو هم پشت شام حاضر کن. باشه. بجون. باشه اینطور نبود، باید کار خودش باشه. موسیقی
خاک اصغر قسم میخورم که اگه یه دفعه دیگه مزاحم من یا بچم بشی قید زندگیمو میزنم و خودم تمام ماجرا رو برای مهدی تعریف میکنم. چه چی بشه؟ مطمئن باش اون وقت مهدی برای سرت میاره که مرغای هوا به حالت خون گریه کنه. البته تو هم بی فریز نمیمونی. چقدر؟ 7000 تومان. قبل از اینکه توای داشتم با خودم فکر میکردم حق با توه. به نفع جفتمونه که من این شهر برم. برم و بذارم تو به زندگیت برسی و عشق کنی. ولی این کار یه شرط داره. چه شرطی؟ نمیخوام آرزو به دل بمونم. باز واسه اولین بار و آخرین بار همونطوری که اسخر رو بغل میکردی با من بخوابی. توف به تو بیاد مرد. را به جایی نداری شاهین. اگه با رضایت هم به این کار ندی به زور بادارت. توف! داغ ننگ رو پیشونی یه مرد باقی بمونه. تو داری اشتباه میکنی علی. من این بدبختی رو به خاطر اون میکشم علی. باور کن من را که اون تموم نکرد من تمومش میکنم. یه کشم چرا داد میزنی مامان جون؟ چی شده؟ چیزیست دخترم، داشتم با عمود شوخی میکردم. عمو سلام عمو جون. سلام. این دیگه که چند دقیقه بهم امون بده تا همه چی رو برات تعریف کنم. اگه باور نکردی اون وقت من حاضرم هر کاری دلت خواست بکنی. باشه بگو. خلاص ما بزن اون بدم. ما بزن اون بدم. یهو این نشه نمیشد. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام جفتی چخم. سلام علیکم راشم بابا. والا یه را پرواز کن پسرم یه پرده کنو بابا رب بود تو. پردی؟ حالا تو صورت کرد. ای خونت خراب شه زن. آخه چرا لب بستی و هممونو در به در کردی؟ من دیگه زندگیم تمومه علی. یه کاری کن اونو پیداش کنی. اگه شده زمین و زمون زیر رو کنم پیداش میکنم. اینو بهت قول میدم. اما تو نواس اینجا بمونی. باز همراه من بیای. من به درد تو نمیخورم علی. برو منو به حال خودم بس. که یادت رفته تو هنوز زن اون هستی. زن مهدی نواس تو کافه و اینجور جا پلاس باشه. بلند شو. بلند شو قبل از اینکه هاشم و دار دستش سر برسن از اینجا برو. خوش بریم. ای تو بقل خودم جان. تو یادگار داداش اوستمی. تو هم دارم نوکرتم. بیا بریم دیگه. زود باش میبریم تا نرستم. بیا اینجا بریم. خوبه خوشم اومد. بچت لرم پیدا کرده. آقا کی باشم؟ هاشمی. فکر نمیکردم مهدی انقدر ذلیل شده باشه که شاگردشو بفرسته دنبال عیاله. حتما یه حکمتی تو کار بوده. الان واسه تعریف میکنم. یه دقیقه صبر کن. بگیرش واسه کنار. امشب نامرد کشونه. خب هم میخواید بدونی ها؟ حتما قابلت ندونسته که خودش نیومده. خیالات وردست شو. بهتره بگی افت کاکولی بهش مرخصی نداده. اون تویی که به جیزه اینجور زنا میپری. پس برو با چشهای خودت ببین خونه افت ماسخیار درست میکنه و چراغ زنبوری بالا نیست. دست پر رو باش بیان بگش کنی چنانی نفر سره یه نفر بیان مرده هست بارم چون رو بچه شد بکرم یادگاری برنشه تازه اولشه برنشه بابا
بیا بهتره بهش بگیدی که این برا آفتابی نشه. اون طول سج از اینجا ببرد. نه مامان چی دستم منو بیاره. علی برو بچه علی. من بازم بر میکردم. خوشم اونم بلندش کن برو بریم. اشنا بلندش اون چه نکاره بریم بیاره. ای پاره داشت که راست مثل سفر سوخش آوز کلات سر فرمان خیلی جانه برو قضیه بخوی که اگه چهار دفعه آفتاب زد و خورشید غروب کرد هیچکی ندونه کی بود یا چی شدی. حالاشم کسی نمیدونه. نمیخوام که بدونه. به گذشتت فکر کن مرد. به اسم و رسمه. به یاد اون روزایی بیافت که یه تنه میونه ده تا گرد میچرخیدی و نهره میزدی. چی شد اون مردی و مردونگی؟ نکنه خونه از خرا فراموش کردی؟ اگه شده یه عمری در به دری بکشم پیداش میکنم و جونشو میگیرم. اینو بهت قول میدم داداش. اینه اون چیزی که ازش دم میزدی. میخوای که مرد ذلیل بمونه و نامرد آسوده نفس بکشه. هیچ میدونی که الان زنه تو چنگ کیه؟ بس کن علی. اونه عوض شده دیگه. مردی و مردونگی از بین رفته. هیچ خوش نداشتم بیای سرم. اصلا منو با این هیبت ببینی. برو حالی برو و فراموش کن که میتی وجود داشته. باش هیچ وقت حقیقت رو بهم نمیگفتی. فکر میکردم اون توفی که تو صورتم افتاده بود پاک کردم. تا حالا از آجان در می رفتم. ولی حالا از ننگ و بیابروی فرار می کنم. از اینجا برو برو بذار دردم و تو دلم نگه دارم. باشه اوستا میرم. اما صاف سر قبر داشت بهش میگم پاشو نگاه کن میتی که با شرف شده. زنش ول کرده تو چنگال قاتل تو به شیشه عرب پناه برده. علی غیر این اوستا تو یکی بودی مرد. یه شیرازی رو گردت میچرخی. یه تنه معلار حریف بودی. صداد عرق به پشت لوتیا میشوند. اما حالا همت دفاع کردن از ناموس تو در مقابل یه نالوتی نداری. این درد من برم به کی بگم اوستا؟ پیش کی میتونم لب با کنم؟ دل از دلاش داداش ناکامم. خیلی زود رفتی. دلم میخواست تو این دنیا هیچی نداشتم اما تو یه داداشو داشتم. وقتی داشتم تو دل خاک میذاشتمت یه قولی بهت دادم. گفتم اگه شده یه عمر در به دری بکشم پیداش میکنم و جونشو میگیرم. حالا میخوام به وعدم وفا کنم. به پیداش میکنم و زنده زنده دارش میزنم. میگم مهتی برگشته تو ندیدیش؟ دیرم شده باید برم حسین. گفتم دیدیش شنه؟ خیال میکنه اگه دیدی بودمش تو بیه همه چیز هنوز زنده بودی؟ بردن دهنه تو! کمان! پا
خسته بی شرف. دیر یا زود اون پیداش میشه. قبل از اینکه به چنگش بیفتی بهتره بری یه گوری خودتو سر به نیست کنی. اینقدرام بد نمیگی، اما بهتره اینم با خودم ببرم. نه چون تنهایی و حوصله‌ام خیلی سر میره. اگه میخوایی بچه زنده بمونه باز هر کاری میگم هیچ موچه اجرا بکنی. چیکار باید بکنم؟ حالا شد، باز جیگر مهدی رو بسوزونی، کاری کنی که جلوی انظار سکه یه پول بشه تا آخر اون نتونه کمر راز کنه. والا سر بچه تو میبرم میذارم رو سینه‌اش. اونو کجا بردنیش؟ نه ترس بابا، پیش خودمون دست پاچه نشو. وقتی آقا مهدی تو دست به سر کردی میتونی بیای ببریش. شد باز ببخشین، ما اینجا یه کار خصوصی داریم، ازتون خواهش میکنم که بزنین بیرون و خلوتش کنین. البته پول میزتون رو من حساب میکنم. ای عمو بی خودی پولت رو راخ ما نگاهش کنیم. طرف چلب شد. ببینم موسیو
بله گفتی اومدی عشق کنی. آره خب معلومه که اومدی عشق کنی. آره باشا با ازاق میتی تو بپوش بریم. کجا؟ سر خونه زندگی. مثل اینکه یادت رفته من کیم. من حالا دیگه شاهینم. شاهینی که اون جماعت واسه خاطر دیدن قیر و قنبیله‌هاش کلی پول داده بود. به هر کسی بگم اگه به خاطر این بیمربتی دخ و پوزت رو خورد میکردم. تو حق نداری منی. من هر طور که بخوام زندگی میکنم. از اینجا برو، منو به حال خودم بذار. راست میگی. حالا میفهمم که لیاقت زدنم نداری. تو حقت تو این دجنسار بمونی و اینقدر دست و پا بزنی تا گند دنیا رو برداره. معرفتت همینه. گوش کن اوستا. اوستا جون گوش کن، میخوام یه چیزی بهت بگم. قضیه اینجوری نبود. کشکت آمونه پارچی میکشم از دست تو بکن اوستا. باشا به شرفت زن، خوب نمایشی بازی کردی. برو بیرون راحتم بذار. واسه چی این تکو در بردی ها؟ دست از سرم بردار. چرا این کار؟ بپیره جنگی لباست تنت کن بری. کجا؟ پیش هاشم میخواد ببری تیت سفر. خب بچم کجاست؟ همونجا میبینیش، هریب. خیلی خوب، الان میام. چپل برو بکنیم. الو، هتل کاروا؟ ببخشید آقا، میخواستم با اتاق شماره 217 صحبت کنم. الو، سلام پر بخونم. علی آقا، جعفر اومده عقبم میخواد منو ببره پیش هاشم. خوبه خوبه، باش برو. رسیدی اونجا سعی کن بچه رو ازش پس بگیری. یه خورده این دست اون دست کنی ما رسیدیم. آدرسو که میدونی؟ آره، به آقا مهتی هم گفتم. بس که الان تو همومه. همین الان راه میافتیم. ها گوش کن. نظری بویی ببرن. آره، خداحافظ. اوستا. 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 جواب. بس که رفت. بچه رو برقص. بچه کجاست؟ تو آتا خوابه. بیدارش کن، الان ننشم میرسه. بعد میزاره الان قدو بخورم. بچه هم دیگه خیال داره کجا بری هاشم؟ میخوام چند روزی ببرمشون شمال تا بنکل آبا از آسیاب بیافته. هاشم، آبا از آسیاب افتاده، منتها زیر پی خونه تو. میخواد خونه رو سرت خراب کنه. فکر نمی کردم دیگه بتونی این طرف ها آفتابی بشی. از سر اون سفره پاشو. نمیخوام سفره مرتضی علی از خون کثیفت رنگی بشه. داشتم هم همین اشتباهو کردم، نباز تو روی من وای میستا. اشتباه از خرین بود که فکر میکرد تو مردی. بهتره دومتو بذاری رو کولتو در ریمیتی، اینجا چیزی گیرت نمیاد.
چه چیزی گیرم نمیاد. افتاد به جون نامرده جنگ مرده شده بیه جلو این هم چیه خلاف زیاد تو ببینم چند تا دندون داری؟ این چی چیه؟ این چشه بابا این چشته؟ آره برو بیبار این تو اوکی شما رو دفتو چیه بابا بابا بیرم برم از جنابا چه تو بچه کاره تهش کرده دیگه بابا بابا یه گواردین یه خود به جلو لکش میکنه What is happening? چهتونه شما؟ چهتو چون باریم؟ دندون رکتون دندون پسیار این چیه؟ نفهمیدم حالا دمیان؟ چیزو خورد به این ها که بیرید بیرام جان این چیه؟ این دست توه؟ تا با دست خودت الان دیگه چی داری؟ هیچی نداری؟ بگو بچه کجا؟ بچه تو ساخته بوده تو ساخته بوده؟ تو ساخته بوده مهدی پشتم خودت مرد سر میندادی من دیگه نمیخوام آواره بشم مهدی برش کن خواهش میکنم چشی ناراحت هم نمیتونم درست حسابی بپیدم خیلی خوب سرت بیار جلو تو هم ناراحتی دره بیار خدا پدرتم بیار سرت دولا کن این رو این چیه افته تو دست کنیم این یکی چشت هم مصنوعی بود اما من همه که تو با ای اوستا وایسی منم بیا علکم دولکم چرخو فلکم هنه میگد اون زرخه